متی فصل ششم. هوشیار باشید که کارهای نیک خود را برای جلب توجه مردم پیش چشم دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجر نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می دهی آن را با دهل و سرنا اعلام نکن، چنان که منافقان در کنیسه ها و سرک ها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. به یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند. و اما تو هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقت دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرک ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. به یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند دیگران وردهای باطل را تکرار نکنید. آنان گمان می کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند می بخشیم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقت روزه می گیرید مانند منافقان خود را افسرده نشان ندهید. آنان چهره های خود را تغییر می دهند تا روزدار بودن خود را بر رخ دیگران بکشند. به یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. اما تو وقت روزه می گیری سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی، تا مردم از روزه تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج های خود را بر روی زمین، جایی که موریانه و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که موریانه و زنگ به آن آسیب نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است، اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است، اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد بود. هیچ کس نمی تواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما می گویم برای زندگی خود تشویش نکنید که چه بخورید و یا چه بنوشید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. پرندگان را ببینید، آنها نه می کارند نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس تشویش می کنید؟ سوسنهای صحرا را ببینید چگونه نمو می کنند؟ آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟
پس پریشان نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملت‌های دنیا برای به دست آوردن این چیزها تلاش می‌کنند. اما پدر آسمانی شما می‌داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.